در سفرهای زمینی شناخت مسیر و شهرهای در طول را فواصل مبدا تا مقصد و وسایل نقلیه که می توانند مورد استفاده قرار گیرند از جمله مهمترین اطلاعات مسافری محسوب می شود در آستانه اربعین حسینی همکارم سعید بهاری نگاهی انداخته به مرزهای ورودی زوار اربعین از ایران به عراق و فاصله آنها تا عطابات آلیا در این کشور مشایه اربعین که امروز از شناخته شده ترین شاعر حسینی به شمار می رود چند روزی است که آغاز شده در آستانه اربعین حسینی و با آغاز مشایه اربعین از نقاط مختلف کشور عراق به سوی شهر مقدس کربلا دیگر عاشقان ابا عبدالله حسین علیه السلام که شمار زیادی از ایشان ایرانی هستند خود را برای ملحق شدن به این خیل عظیم حسینی آماده می کنند از این رو نگاهی داریم به مرزهای زمینی بین کشورهای ایران و عراق و فاصله جغرافیایی آنها با شهرهای مقدس در کشور عراق پایانه مرزی مهران پایانه مرزی مهران در استان ایلام در غرب ایران یکی از پرترددترین مرزهای زمینی ایران برای زوار اربعین محسوب می شود. زیرا از نظر جغرافیایی نزدیکترین فاصله را تا شهرهای مقدس کربلا و نجف دارد. در این مرز 60 گیت برای عبور مسافران در نظر گرفته شده است. پس از عبور زوار از پایانه مرزی و ورود به خاک عراق، خودروهای شخصی، ون و اتوبوس‌های در آن سوی مرز مستقر هستند که برخی از آنها زائران را تا اولین شهر مرزی می‌رسانند و برخی دیگر عازم شهرهای زیارتی عراق می‌شوند. اما با توجه به اینکه زائران در ایام پیاده‌روی اربعین اغلب مسیر نجف به کربلا را برمیگزینند بیشتر ماشین‌ها هم به مقصد نجف می‌روند. البته برخی از ماشین های موجود در مرز مهران به بدره یا کوت رفته و از آنجا مجدد زائران باید به شهرهای مورد نظر خود بروند. فاصله این پایانه مرزی از تهران 759 کیلومتر است که برای رسیدن به آن باید شهرهای ساوه، همدان، اسدآباد، کنگاور، صحنه، هرسین، کرمانشاه، اسلام آباد غرب و ایلام را پشت سر گذاشت. همچنین فاصله این پایانه مرزی از شهر ایلام که دارای فرودگاه برای مسافران است که قصد دارند تا نزدیکترین نقطه جغرافیایی به این پایانه از نقاط مختلف ایران ابتدا از هواپیما استفاده کنند 85 کیلومتر است که به وسیله مسافرکشها و اتوبوس ها می توانند فاصله ایلام تا این پایانه مرزی را حدودا یک ساعت و نیمه طی کنند. موقعیت مرز مهران و فواصل آن با شهرهای مقدس عتبات عبارتند از مهران تا کربلا 280 کیلومتر، مهران تا کازمین 283 کیلومتر، مهران تا سامر را 444 کیلومتر، مهران تا نجف 303 کیلومتر. پایانه مرزی شلمچه پایانه مرزی شلمچه در استان خوزستان ایران و در شمال غربی شهر خرمشهر و یکی دیگر از مبادی ورودی پرتردد به خاک عراق برای زوار اربعین می باشد. فاصله این پایانه مرزی با شهر اهواز که دارای فرودگاه است 133 کیلومتر است که میتوان این فاصله را حدوداً یک ساعت و 50 دقیقه با خودروی سواری و یا اتوبوس طی کرد. حد فاصل تهران تا شلمچه 916 کیلومتر است و برای رسیدن به این پایانه مرزی از راه زمینی باید شهرهای ساوه، خورماباد، دسفول، شوش و اهواز را پشت سر گذاشت. فاصله شلمچه تا نجف 460 کیلومتر، فاصله شلمچه تا کربلا 549 کیلومتر و فاصله شلمچه تا کازمین 621 کیلومتر است. پایانه مرزی چذابه، همچنان در استان خوزستان ایران یک پایانه مرزی دیگر از جمله پایانه های مرزی فعال برای ورود به عراق جهت زوار اربعین می باشد که نامش پایانه مرزی چذابه در نزدیکی تنگه معروف به چذابه است. این پایانه مرزی در شمال غربی شهر اهواز و در فاصله حدوداً 122 کیلومتری مرکز استان و خوزستان قرار دارد. از تهران تا چذابه باید شهرهای ساوه، عراق، بروجد و خرم‌آباد و اندیمشک را پشت سر گذاشت. فاصله زمینی تهران تا چذابه 770 کیلومتر است که زمانی حدوداً 9 ساعت و نیمه برای این مسیر را باید در نظر گرفت. فاصله چذابه تا نجف 386 کیلومتر، فاصله چذابه تا کربلا 442 کیلومتر و فاصله چذابه تا کازمین 443 کیلومتر است. پایانه مرزی خسروی پایانه مرزی خسروی در شهرستان قصر شیرین استان کرمانشاه ایران قرار دارد و از مرزهای فعال در سفر زوار اربعین برای ورود به خاک عراق و عظیمت به عطبات مقدسه می باشد. حد فاصله تهران تا پایانه مرزی خسروی 695 کیلومتر است که در این مسیر از تهران تا این نقطه مرزی باید شهرهای ساوه، همدان، اسدآباد، کنگاور، سحنه، هرسین، کرمانشاه، اسلام آباد غرب و سر پل زهاب را پشت سر گذاشت. فاصله این پایانه مرزی از مرکز استان کرمانشاه 198 کیلومتر معادل حدوداً 2 ساعت و 50 دقیقه راه جاده است. فاصله خسروی تا نجف 377 کیلومتر فاصله خسروی تا کربلا 299 کیلومتر فاصله خسروی تا کازمین 189 کیلومتر است پایانه های مرزی تمرچین و باشماق این پایانه های مرزی از استان آذربایجان غربی ایران زوار را وارد منطقه اقلیم کردستان عراق می کنند و از دورترین مسیرهای ورود زوار اربعین محسوب می شود و استقبال کمتری از آنها می شود این پایانه های مرزی در نزدیکی شهرهای مریوان و پیران شهر قرار دارند و پس از ورود به خاک عراق باید از شهر کردنشین اربیل عبور کرد که عملا به دلیل دوری راه به زوار توصیه نمی شود. اما در مواقع ازدهام زوار در چهار مرز اصلی ورودی به خاک عراق بل اجبار این دو مرز برای زوار اربعین راه حل نهایی است. در کنار پایانه های مرزی زمینی میان ایران و عراق برخی از زائران اربعین که تمکن مالی لازم را دارند و از نظر جسمی هم توان تحمل مسیر زمینی را ندارند ترجیح می دهند برای آغاز مشایع اربعین از نجف خودشان را با پرواز از شهرهای مختلف ایران و یا سایر کشورها به فرودگاه نجف برسانند فرودگاه نجف اشرف روزانه پذیرای پروازهایی از ایران است و زوار اربعین به راحتی می توانند بدون ویزا از این مر... راهی شهر مقدس نجف شوند و مشایه خود را آغاز کنند. سعید بهاری اخبارشیه <applause>